سلام، من آهوزین علی هستم و اینجا هستم تا مطالعه تحقیقاتی رو که به بررسی تاثیرات میدانهای شوری تا و نقشه برداری مغزی با استفاده از الکتروانسفالوگرام کمی یا همان کیویجی میپردازد ارائه دهم. طرح کلی ارائه من به شرح زیر است. در دهه 1980 میلادی، محمد علی طاهری شعور تار را به عنوان عنصر بنیادی کیهان معرفی کرد که به عنوان منبع اطلاعات، ماده و انرژی محسوب می شود. علاوه بر این، به گفته طاهری، میدانهای شعوری مختلفی وجود دارند که وظایف متفاوتی دارند. این میدانها شامل موجودیت غیر فیزیکی هستند که می توانند از طریق آزمایشات آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گیرند. تأثیرات میدانهای شعوری تا از طریق ارتباط با شبکه شعور کیهانی آغاز می شود که از طریق ذهن فرد درمانگر که به عنوان اعلام کننده نیز شناخته می شود برقرار می گردد و با استفاده از هر یک از میدانها اطلاعات خاصی منتقل می گردد. معرفی QEG، نرم افزار نیرو گاید و Z-score Relative Power Table. الکتروانسفالوگرام کمی یا QEG یک روش غیر تهاجمی برای مطالعه فعالیت مغز است که هماهنگی شبکه‌های مختلف مغزی را اندازه‌گیری کرده و 5 باند فرکانسی دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما را بررسی می‌کند. سپس امواج مغزی را با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی کامپیوتریزه می‌کند. نرم افزار نیروگاید یک نرم افزار سیستم تجزیه و تحلیل الکتروانسفالوگراف دیجیتالی و جامع است که داده‌های خام و طیف قدرت را بررسی می‌کند تا امتیازهای استاندارد یا همان زد اسکور ریلیتیو پاور را شناسایی کند. زد اسکور ریلیتیو پاور تیبل یا نمره توان نسبی استاندارد متغیر بررسی شده در این تحقیق بود. هدف این مطالعه بررسی این موضوع است که آیا میدانهای فرضی شعوری تا تأثیری بر نقشه برداری مغزی با استفاده از QEG دارند یا خیر. روش مطالعه. در این مطالعه 36 نفر انتخاب شدند که شامل 20 زن و 16 مرد بودند و سن آنها بین 20 تا 70 سال بود. از شکایت کنندگان خواسته شد که 3 تا 4 ساعت قبل از آزمایش از مصرف الکل، قهوه، نوشابه، چای و نوشیدنی‌های انرژی‌زا خودداری کنند و 12 ساعت قبل از آزمایش هیچ داروی مصرف نکنند و شب قبل به اندازه کافی بخوابند. QEG تحت 3 وضعیت زیر انجام شد. وضعیت کنترل که تنها با چشم‌های بسته و بدون تأثیر هیچ میدان شعوری بود. وضعیت آزمایش 1 که با چشم‌های بسته و تحت تأثیر میدان شعوری 1 بود و وضعیت آزمایش 2 که با چشم‌های بسته و تحت تأثیر میدان شعوری 3 بود. هر ثبت نقشه مغزی QEG به مدت 3 دقیقه طول کشید و از 19 منطقه الکترودگذاری بر روی سر برای ثبت فعالیت‌های امواج مغزی استفاده شد. QEG امواج الکتریکی مختلفی را ثبت کرد که به دسته‌های دلتا، تتا، آلفا، بتا، های بتا و بتا وان تقسیم شدند. این داده‌ها با استفاده از نرم افزار نیروگال تحلیل شدند که داده‌های QEG را به جدول زد اسکور ریلیتیو پاور یا توان نسبی استاندارد تبدیل کرد. تحلیل‌های آماری بر روی داده‌های 36 شرکت کننده با استفاده از آزمون تی تست انجام شد و سطح معنی‌دار پی ولیو کمتر از 0.05 تنظیم شد. این روش اجازه داد تا ارزیابی جامعی از تأثیر میدان‌های شعوری 1 و 3 بر فعالیت مغزی انجام شود. نتایج وضعیت آزمایشی اول نسبت به کنترل. نتایج وضعیت آزمایشی اول در مقایسه با وضعیت کنترل نشان داد که نواحی زیر به طور معناداری تحت تأثیر میدان شعوری 1 قرار گرفتند. قشر جلوی پیشانی FP2 و FP1، قشر گیجگاهی راست T6، قشر پس سری راست و چپ O1 و O2 و قشر پیشانی راست F8. تغییرات بیشتری در نیمکره راست نسبت به نیمکره چپ مشاهده شد.
اگرچه قشر پیشانی خطی میانی F-Z تغییر خاصی نشان نداد، افزایش امواج آلفا در قشر خطی میانی P-Z مشاهده شد. کاهش امواج سریع مغزی در نواحی مانند T6, F8 و P4 ممکن است نشان دهنده مهار شبکه اجرایی مرکزی CEN در هنگام مواجهه با میدان شوری 1 باشد. علاوه بر این، افزایش امواج آلفا در نواحی مانند O1, T6, P-Z و O2 نشان دهنده مهار شبکه حالت پیشورز یا DMN است. نتایج مقایسه وضعیت آزمایش دوم با کنترل. نتایج وضعیت آزمایش دوم در مقایسه با وضعیت کنترل نشان داد که تغییراتی در 7 ناحیه رخ داده است. ناحیه هایی که به طور معناداری تحت تاثیر میدان شوری 3 قرار گرفتند عبارتند از قشر پیشانی راست F8، قشر گیجگاهی T5 و T6، قشر جلوی پیشانی FP1 و FP2 و قشر پس سری چپ O1. O1 که در قشر بینایی نیمکره چپ قرار دارد با پردازش پیام های بینایی، رویا پردازی و حافظه دیداری مرتبط است. T6 با درک عاطفی مرتبط بوده و با آمیگدال متصل است. T5 به درک کلامی و خواندن متن مربوط می شود. مقایسه تأثیرات میدانهای شوری 1 و 3 بر امواج مغزی را در جدول زیر می توانید ببینید. رنگ قرمز نماینده مناطقی است که تغییرات مشابهی در میدانهای 1 و 3 دارند. در نتیجه میدانهای شوری 1 و 3 باعث تغییر در امواج سریع و آهسته مغزی شدند. این تغییرات در میدان شوری 1 بیشتر از میدان شوری 3 بود. این تغییرات در 5 نقطه از 19 نقطه الکترودگذاری شده در 2 میدان مشترک بود. بر اساس تغییرات مشاهده شده در وضعیت آزمایش نسبت به وضعیت کنترل می توان نتیجه گرفت که میدانهای شوری 1 و 3 از طریق تاثیرگذاری بر امواج مغزی قابل اثبات هستند و این تاثیرات در دو میدان با هم متفاوت است. مطالعات بیشتری برای روشن کردن مکانیزم و میزان تاثیرات مطلوب میدانهای شوری بر امواج مغزی توصیه می شود. مشخصات تیم تحقیقات این مطالعه را در این صفحه می توانید ببینید. با تشکر از زمانی که برای گوش دادن به این ارائه گذاشتید. مرکز تحقیقاتی کازماینتل مرکز نظارت و انتشار برای تحقیقات شوری تا است. اگر مایل به همکاری با کازماینتل هستید یا سوالاتی دارید، لطفاً از جزئیات تماس موجود در صفحه استفاده کنید.